در این روزا مردم از زلزله هایتی به خصوص تحت تأثیر واقع شدن. تصاویر این حوادث هم دور دنیا میچرخه و فکر میکنم که هیچ کسی نباشه که ناراحت نشده باشه از این ماجرا. و واقعا آدم حس رحمش هم کم باشه نمیتونه دلش نسوزه. و کمک هایی هم که بالاخره میشه نشون دهنده اینه که یک شبر عالم، یک وطن و یک مقام است. سرنوشتمون به هم بافته شده. یکی از دوستای من که علاقه به خصوصی نسبت به هایتی داره و چندین دفعه رفته اونجا، متاسفانه تعدادی از آشناهاش و دوستاش گم شدن. به خاطر همین در فیسبوک با زبان تیز نوشته بود که آیا میشه خبرنگارها و شبکه‌های بین‌المللی ننویسن که مردمان هایتی از ناچاری افتادن به دزدی و غارت. میگفت مردم بیچارن، اینکه جرم نمیشه وقتی یک عمری تمام دولت‌های غرب از هایتی سوء استفاده کردن، اونو نمیگن دزدی ولی اینو میگن دزدی. این عدله؟ این عادلانه است؟ من کاملا احساس دوستم رو درک میکنم، طبیعیه. و شبکه‌های بین‌المللی اصطلاحات دیگری رو میتونن استفاده کنن، حق داره. اما در این حال این موضوع سوال مهمی رو برای من مطرح میکنه، یک سوال کلی علاهده حالا از این ماجرا. آیا معیارهامون فقط برای محیط خوب و میزون مهمه و قابل اجراست، یا باید همیشه زندگیمون بر روی معیارهامون ساخته بشه؟ در هر موقعیتی و به خصوص وقتی که در فشار هستیم. دوستم میگفت فقط در محیط میزون و وقتی تعادل ماجرا حفظه میشه بر اساس اصول مثلا روحانی یا دیانتی زندگی کرد. در شرایط سخت نمیشه آدم به معیارهاش بچسبه. از نظر احساساتی من دیدشو میفهمم، درک میکنم. خودمم نمیدونم که اگر در امتحان میافتادم چطور عکس العملی نشون میدادم، اما از نظر فکری عقیدم اینه که معیارهامون ارزشی نداره اگر موقع امتحان باقی نمونه. بالاخره هر کسی که مرتکب جرمی میشه در شرایط شدیدی واقع شده، در فشاره، حالا ممکنه زلزله پیش نیامده باشه، اما اینجا مثلا ملت از بی‌حوصلگی که نمیان بریزن تو خونه یه کسی هفتیر بکشن و خونش رو خالی کنن، از ناچاریه. و درسته که ما اینجا دموکراسی داریم بالاخره و لازم نیست که کسی گرسنگی بکشه. اینجا از خیلی جاها بهتر، قبول میکنم، اما بعضی زندگی ها با وجود این خیلی سخته. درست مثل این میمونه که زلزله اومده براشون، اینطوری زندگیشون. پس بنابراین کی میشه از معیارهامون بگذریم، کی نمیشه بگذریم؟ این سوال مشکلیه و اساسیه. من نمیخوام اینجا موعظه کنم، به خصوص حالا که مردم دارن زجر میکشن، اما یکی از انتقاداتی که هموطنانمون از بهائی‌ها میکنن اینه که ما وارد مثلا تظاهرات و وارد کنش و اقدام غیرقانونی نمیشیم برای عوض کردن وضع، با وجود این که مثلا به همون 160 سال ظلم میشه. و این به خاطر اینه که عقیدمون اینه که انسان باید اصولا قوانین رو رعایت کنه، بر اساس اصول معنوی دیانتی زندگی کنه. این خودش یک معیاره، به خصوص در شرایط سخت، و الهی هیچ چیزی عوض نمیشه. مثل این میمونه که یک نمیدونم پاندول همینطور بچرخه، خشونت از یک طرف به یک طرف بره. اصل اینه که باید به قانون احترام گذاشت، حتی وقتی حکومت آدم این کارو نمیکنه. من فکر میکنم بالانس آسونی هم نیست. از یک طرف آدم زندگیشو بر معیارهاش بسازه، از یک طرف از راه قانونی به وطنش و به دنیاش خدمت کنه و سعی کنه از اون طریق وضع عوض کنه، چون یک دولتی که هیچ نوع
عدل و احترامی به ملتش نمیذاره، چطور آدم باید بهش احترام کنه و چطوری میتونه اصلا این کارو بکنه. اما دنیامون باید از ریشه عوض شه و بعضی وقتها احساس و واکنش احساساتیمون رو باید بذاریم کنار تا بتونیم با دید واضح بافت اجتماع رو عوض کنیم و حرکت کنیم. ویژگی تظاهرات اخیرم در ایران به نظر من اینه که جوانهای ایران نمیخوان چیزی رو خراب کنن، میخوان چیزی رو بسازن. یک جهتی هستش. این خیلی جالبه و من برای همین امید دارم که موفق خواهند شد. نیروی مثبت حس میکنم. الانم 7 نفر یاران باهایی منتظر دومین روز محاکمهشون هستند و در حالی که دولت هیچ نوع حقوقی بهشون نمیده و از قانون خودش سوء استفاده میکنه و تمام قوانین بین المللی را میشکنه و محیط برای باهایی شدیده، با وجود این باهایی سعی میکنن قوانین خودشون رو حفظ کنن، به احکام مملکتشون مطیع باشن، نه به خاطر حکومتشون، به خاطر ایران و به خاطر معیارهاشون این کارو میکنن.